بله، بخش پزشکی و بهداشتی برنامه امشب زن امروز و همونطور که گفتم در ارتباط با مسائل مختلف در رابطه با سرطان پستان در زنان به ویژه صحبت میکنیم با مهمانان امشب برنامه مون. دکتر مهران حبیبی، متخصص سرطان شناسی دانشگاه جانز هاپکینز، خیلی خوش آمدید به برنامه زن امروز. خیلی متشکرم، عرض میکنم خدمت شما و خدمت هموطنان عزیز. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدید. ممنون. و همینطور چهره آشنای این بخش از برنامه دکتر شیده رضایی. منم سلام خدمت همه. خواهش میکنم. اگر اجازه بدید پیش از این که بحث رو همراه با شما آغاز بکنیم، یک گزارشی رو ببینیم در ارتباط با سرطان پستان و گزارشی رو که اخیراً مجله جامعه پزشکی آمریکا در این باره منتشر کرده. ساندرا کوهن هرگز به سرطان پستان یا تخمدان مبتلا نبوده است، اما پس از فوت مادر و مادر بزرگش از این دو سرطان تصمیم به برداشتن سینه و تخمدانهایش گرفت تا از سرنوشتی مشابه آنها پیشگیری کند. او میگوید این شبیه اینه که روی بمب ساعتی نشستین و هر لحظه منتظرین تا منفجر بشه و واقعا فکر آدم رو هر لحظه مشغول شمردن روزهای منتظر مرگ میکنه. پزشکان سالهای زیادی است که درباره اثر بخشی جراحی بر پیشگیری از ابتلاع بیماری در کسانی که موتاسیون ژن‌های BRCA1 و BRCA2 دارند مطلع‌اند. اما مطالعه اخیر جاما میگوید میانگین عمر آنها نیز پس از عمل افزایش می‌یابد. دکتر سوزان دامچک از دانشگاه پزشکی پنسیلوانیا درباره نتایج یک مطالعه 4 ساله بر روی 2500 زن که جهش ژنی BRCA1 و 2 داشتند میگوید زنانی که تخمدانهایشان با جراحی برداشته شد نه تنها خطر مبتلا شدن به سرطان تخمدان که ابتلا به سرطان پستان نیز در آنها کاهش یافت. جراحی علاوه بر کاستن از میزان مرگ ناشی از این دو بیماری، طول عمر این افراد را افزایش می‌دهد. در این مطالعه 7% از زنانی که با وجود ژن جهش یافته از جراحی پستان امتناع کرده بودند به این سرطان مبتلا شدند و جالب آنکه در میان آنهایی که فقط تخمدانشان برداشته شد نیز سرطان پستان به 1% کاهش یافت. علاوه بر آن، برداشتن تخمدان به صورت پیشگیرانه 80% زنانی را که استعداد ژنی ابتلا به سرطان را داشتند از مرگ نجات داد. دکتر سوزان دامچک سرپرست تیم پژوهشی پزشکان دانشگاه پنسیلوانیا در این باره میگوید پژوهشگران توصیه میکنند در زنانی که سابقه فامیلی سرطان پستان و تخمدان دارند بررسی ژنتیکی انجام شود و در صورت مثبت بودن به آنها توصیه شود مانند ساندرا کوهن درباره عمل جراحی پیشگیرانه فکر کنند. منبع این گزارش جاما، مجله جامعه پزشکان آمریکاست. شیده رضایی، صدای آمریکا، واشنگتن. بله، گزارش رو دیدیم، اما اجازه بدید با شما آغاز کنیم آقای دکتر حبیبی، نظرتون چیه در ارتباط با این گزارشی که دیدیم؟ خواهش می‌کنم. در مورد ژن‌های BRCA1 و 2 این مقداری بزنید من اول توضیح بدم خدمتون که اینا چی هستن. همونجوری که میدونین هر سلول بدن 2 تا کروموزوم از هر شماره کروموزوم داریم. روی این کروموزوم‌ها یه مقدار زیادی ژن هست. این ژن‌ها، این BRCA1 و 2، دو تا از ژن‌هایی هستن که روی سلول‌های معمولی بدن هستن. و این سلول‌ها به صورت در واقع طبیعی از بروز سرطان‌ها جلوگیری می‌کنن. حالا اگر یه نفر یکی از این ژن‌ها روش جهش صورت بگیره یا موتاسیون صورت بگیره، جوری که انجام میشه یکی از این سلول‌ها در واقع نمیتونه، یکی از این ژن‌ها نمیتونه خوب کار بکنه و اگر به مرور زمان در اثر مثلا رادییشن یا در اثر عوامل محیطی یه دونه سلول دیگه، یکی از سلول‌ها، یکی از ژن‌ها در واقع به صورت سرطانی ایجاد بشه، دیگه اینا نمیتونن ترمیم بکنن سلول‌ها و سلول سرطانی ایجاد میشه. این دوتا ژنی که پیدا شد تو سال 94 این اجازه رو به ما میده که در واقع پیدا بکنیم مریضایی رو که شانس گرفتن سرطان پستان و سرطان تخمدان دارن. این سرطان ها حدوداً 10% کل سرطان های پستان رو در نظر میگیرن، یعنی که 90% سرطان های پستان عامل ژنتیکی ندارن، 10%شون، حدود 7-10% عامل ژنتیکی دارن، ولی تو این 7-10% خیلی موثرن که وقتی ما پیداشون بکنیم میتونیم روشای داریم که پیشگیری بکنیم از اینکه سرطانو بیشتر بگیریم. حالا در ارتباط با این روشی که در این گزارش اومده بود شیده، چطور هست که اگر کسانی نخوان از این روش استفاده بکنن، اینکه بخوان تخمدانشون بردارن به عنوان پیشگیری یا سینه هاشون رو بردارن، چه راههای دیگه وجود داره براشون؟
این شیوه در تقریبا از چندین سال پیش پیشنهاد شده بود که به صورت پیشگیرانه جراحی بکنن، اما در هر صورت ما میدونیم این فقط میتونه در حد یه توصیه باقی بمونه، شما نمیتونین مریضی رو ناچار کنین این کار رو انجام بده. یکی از راههایی که خب توصیه میشه در صورتی که نخواین این کار رو انجام بدین انجام بدین، این کار اینه که مرتبا مورد معاینه پزشک قرار بگیرین و ماموگرافی از سنین بسیار پایین‌تر رو آغاز کنن بیمارا، چون به طور معمول ماموگرافی از سن 40 سالگی و یه بحثایی هم هست که از 50 سالگی آغاز میشه. در مورد کسانی که به صورت فامیلی و خوشه‌ای دچار سرطان میشن، سرطان پستان یا تخمدان، مادر خاله، مادر بزرگ، این افراد مبتلا میشن، اینا میتونن از بعد از اینکه اگه مشخص شد که این ژن BRCA1 یا 2 رو 1 یا 2 رو دارن، از 18 سالگی ماموگرافی رو آغاز کنن. البته آقای دکتر صحبتای من رو تصحیح یا تکمیل بفرمایید. دقیقاً فرمایششون صحیحه. وقتی که یه مریضی ژن BRCA1 یا 2 توش جهش انجام میشه و اینو در واقع به صورت ژنتیک پیدا میکنی، حدود 85% این فرد احتمال داره که سرطان پستان بگیره. درصدش خیلی بالاست. احتمالش خیلی خیلی بالاست. به خاطر این بیشتر موقع‌ها مریضا تصمیم میگیرن که به صورت پیشگیرانه در واقع مستکتومی بکنن یا پستانشون رو بردارن. آیا آماری وجود داره در این زمینه که چند درصد، چقدر از بیماریایی که در این ژن رو دارن تصمیم گرفتن که این کارو بکنن، جراحی پیشگیرانه رو؟ بله، توی گزارشی که شما نشون دادین تون گزارش تحقیقاتی حدود 7% مریضا تصمیم گرفتن که انجام ندن. ندن. و تقریبا مقدار زیادشون سرطان که پستان گرفتن. یعنی کسایی که این ژن توشون جهش صورت میگیره یا متاسیانس توشون صورت میگیره، همونجوری که گفتم حدود 85% شانس گرفتن سرطان پستان توشون هست و حدود 75% 65 تا 75% شانس گرفتن سرطان تخمدان که خیلی ریسک بالاییه. شیده، اگر در ارتباط با این سرطان پستان و تخمدانی که در زنان وجود داره در اثر به صورت ژنتیکی و حالا اون چیزی که میگیم ارثی، اگه توضیحی داری بده. اگه نه همین توصیه آخر که اگر تو فامیل خاله، مادر بزرگ نچار این سرطان هستن یا تعداد زیادی از افراد خانواده، حتما از لحاظ ژنتیکی بررسی بشن، به پزشک مراجعه کنن، شاید لازم باشه در موردشون این عمل پیشگیری انجام بشه.